جناب آقای مشیری، درود بر شما، شبتون خوش. درود بر شما جناب ماهی گرامی، امیدوارم خسته نباشید. درود رستم خدمت هموطنان، همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران و خدمت شما تسلیت میگم آقای ماهی بابت از دست دادن یک دوست قدیم. خواهش میگم، خیلی ممنون آقای محمد پورداد. بله فرمودید که در این مسافرت اخیر که به اروپا داشتین ایشون رو ملاقات کردید بعد از سالهای بله بعد از سالها، بعد از 27-28 سال دیدم ایشون. عجب. البته تلفنی ارتباط داشتیم دائم در این روزان که بیمارستان بود، مرتب هر روز باشون صحبت میکردم. خیلی امید به ادامه حیات داشتند. ما همچنین میگفت شانس من 51-49. بیماریشون چه بود آقای مهری، میتونم بپرسم؟ بله، سرطان ریه بود. آه بله. حضورتون عرض کنم که نخستین کیمیوتراپی رو که کردند خیلی سازگار نبود به حالشون، در نتیجه قطع کردم و ایشون رو با دارو درمان میکردند و خودشون میگفتن خوشبختانه دارم خوب میشم و دو سه روز دیگه میرم منزل. ایداده بیداد. بله، خدایش بیامرزد، انسان بسیار شریفی بود، بحث شما نباشه. بله فرمودید آقای مهری. بله آقای مشیری عزیز، بفرمه قربان. حضورتون عرض کنم که شنونده ای پیرامون رسوخ و نفوذ پرتغالی ها در خلیج فارس پرسشی داشتن. ظاهرن اینها از زمان شاه اسماعیل اول شروع به دستاندازی به خلیج فارس کردن تا زمان شاه عباس. بله؟ بله بله. ببینید عرض کنم که این دورانی که در باب شما اشاره فرمودید دوران رقابت در کشتیرانی هست و در واقع استعمار بین پرتغال و انگلیس به خصوص در این منطقه. پرتغالی ها بین سالهای 1507 و 1622 منطقه را اشغال کرده بودند. البته نظر اینهایی بود که راه تجاری رو در کل منطقه اینها قطع بکنند و به نفع خودشان تغییر بدهند، از بخش فلواقع بحر احمر منطقه لبنان بگیرید تا اینا میخواستن در واقع تجارت رو بین هندوچین و اروپا اینا کنترل بکنن. این هستی کشتی های جنگی بسیار بسیار نیرومندی داشتن این پرتغالی ها و اسپانیایی ها. خب این رقابت چه خیلی مشهور هست، حتی به جایی رسید یک زمانی که پوپ دستور داد که برای اینکه رقابت شکل زشتی پیدا نکند، بعد از مدت ها که اسپانیایی ها به این سو بودن اینها، که این پرتغالی ها به سمت غرب بروند و اونها به طرف شرق برند. این داستان ها بسیار است و عرض کنم که اینها آمدند و این منطقه برزیل رو هم تسخیر کردند و همونطور که مطلع هستن هموطنان، برزیل تنها کشوری است که پرتغالی صحبت میکنند در آمریکای جنوبی، بقیه اسپانیش صحبت میکنند. باری اینا قدرت های دریای اون روزگار بودند و آمده بودند همین منطقه خلیج فارس رو گرفته بودند. بحرین و هرمز، یک پادشاهی کوچکی بود است به نام کینگدم آف هرمز، اونجا یاری کرده بود به اینها، منطقه رو گرفته بودند و در اونجا بودند به قریب 80 سال در بحرین و بودند تا روزگار شاه عباس. و خدمت شما عرض میکنم چون بحث شاه عباس هست، لازم است که ما یک اشارتی بکنیم به این مرد بزرگ که می شود به تحقیق گفت بعد از روزگار ساسانی و پادشاهان بزرگ و محتشم نظیر انوشیروان، حقیقتا این شاه عباس کبیر نظیری پیدا نکرده. حالا بسیار پادشاهان داشتیم در میدانهای جنگ بسیار لایق بودند، ژنرالهای خوبی بودند، اما کشورداران خوبی نبودند. در واقع معمار جامعه نمیتوانستن باشن، از اقتصاد چیزی نمیدانستن، نظیر نادرشاه که بسیار ژنرال بزرگی بود. اما این شاه عباس در واقع شخصیتی جمیع الاطراف بود، هم در زمینه های عرض میکنم که نظامی و هم در زمینه های اقتصادی،
این مرد بزرگ خدمات بسیار بسیار شایسته به ایران کرده و حقیقتاً این لقب کبیر شایسته اوست. این مرد بزرگ حدود 8-9 ساله بوده که عرض کنم که پدرش فوت میشه، بچه هرات هست، شاه عباس را به ایران آوردن و در روزگاری که شاه عباس عرض کنم که میامده به ایران، کشور در دست قزلباش ها بوده، بمیشه یک شخصیت بزرگی بوده از نام مرشد قلی خان و در روزگار همین مرشد قلی خان هست که فرواقع شاه عباس رو کاملا حصاری میکند در قصر و این بچه حدود 10-11 ساله فرض فرمایید اینا و خود او به اداره کشور و در این روزگار ترک ها تبریز و عرض میکنم که بر کردستان و بخش از لرستان رو حتی گرفته بودن و قریب 18 سال ترک ها بر تبریز حکومت میکردن و شاه عباس با اون سن کم که البته مادر او بسیار قدرت نشون داده و لیاقت نشون داده در اداره کشور و پشتیبانی از شاه عباس این است که ابتدا یک نامه می نویسد و ترکان را اطمینان می دهد که این زمین هایی که از ایران گرفته برای شما اشکالی ندارد، ما برادر هستیم، مال شما. و شاه عباس به نیکی می دانست که شکست جد بزرگ و شاه اسماعیل در نبرد چالدران به جهت این بود که ایرانیان سلاح مدرن نداشتند، این است که شاه عباس با درایت کافی و کامل برادران شرلی رو عرض کنم استخدام میکنه، این دو برادر دانای انگلیسی بودن و شروع میکند به مدرنیزه کردن ارتش ایران، ساختن توپخانه های مدرن و عرض کنم که قزلباشان قزلباش از میون برداشته، مرشد قلی خان رو در راه به هرات کشته و بعد ابتدا دفع فتنه ازبکان کرده. این ازبکان که باقی مندگان چنگیز خواستن تا همین روزگار مشروطه خراسان رو قتل و غارت میکردن. یک تصویری هست در کتاب عرض کنم Suffocation of Persia نوشته مورگان شوستر، اونجا تقریبا 10-12 سر خوانین ترکمن هستن که اینها رو پر کاه کردن و فرستادن تهران. مقصودی که شر این عرض کنم که ترکمنان که عرض کنم از منطقه شمال خراسان حمله می کردن بازماندگان چنگیز، یک شر بزرگی بوده برای خراسان. کرارن قتل و غارت می کردن او عبیدالله خان و ازبک و پدر او و اینها شیبک خان و اینها، داستان در واقع زجری که مردم خراسان از دست اینها کشیدن در تمام این روزگاران، این داستان مشهوری. باری ابتدا لشکرکشی کرده و به سختی سرکوب کرده این ازبکان رو و شر اونها رو کم کرده، بعد آمده و قوت و قدرت گرفته و توپخانه هاش آماده شده، این است که سفیر ترکیه رو عثمانی رو آورده، ریش او رو تراشیده و اهانت بسیار کرده، او رو فرستاده است که در واقع این اعلان جنگ او بود و در تمام جنگ هایی که از این به بعد شد یکی یکی سرزمین های ایران رو از دست ترک ها بیرون کشید، ایروان رو از اینها گرفت که البته ترک ها باز نقشه کشیدن و عرض کنم که یک سپهسالار بزرگی رو مأمور کردن که برگرد زمین ها رو پس بگیره. حالا من به این نکته فقط اشاره میکنم چون اینها انقدر مفصل هست، ورطت نیست. شاه عباس در اردبیل مونده، تمام اهالی تبریز رو دستور داره که تخلیه بکنن، اینها به سرعت آمدن و تبریز رو گرفتن. شاه عباس گفته است که من در حال عقب نشینی هستم، اگه شما خارج نشوید من اردبیل رو آتش میزنم و عقب نشینی میکنم. ترکان به گمان این که شاه عباس ضعیف هست آمدند و به طرف اردبیل حمله کردند، در حالی که شاه عباس سپاه رو تعبیه کرده بود و وضعیت درست، اینها رو محاصره کردن، یک سره همه ترکان رو کشتن و گذشته از اون عرض کنم که بخش های غربی ایران رو اینها از دست ترکان نجات داد. این مرد بزرگی بود. کتابی هست که آقای دلاواله نوشته و این یکی از نخستین کسانی است که پیترو دلاواله آمده ایران با شاه عباس ملاقات کرده، خاطرات او واقعا خوندنی است. آبادی اصفهان و معماری او که عرض کنم که دلاواله می نویسد که این اصفهانی که شاه عباس احساس کرده و زیر نظر او معماری انجام شده بسیار از نافت ما زیباتر هست، از گله های اصلی ایران، از بزرگی شاه عباس، از درایت او بسیار سخن رانده. باری تا اونجا که مربوط هست به این پرتغالی ها، اینها بین سال های 1507 تا
622 در اونجا بودن و توپ و توپخانه و تشکیلات ساخته بودن. در تاریخ های که در روزگار صفوی نوشته شده خیلی به این داستان پرداخته نشده، به جهت اینکه شاه عباس خود وارد نبرد نشد و عرض کنم امام قلی خان سردار معروف خود رو فرستاد اونجا با کمک کشتی‌های جنگی انگلیس، اینها رو از اون منطقه بیرون کردن و این داستان در واقع جنگ ایران و پرتغال در بعض دیکشنری ها اگه نگاه بکنن هموطنان هست. و این پرتغالی ها در واقع از سال 1507 قبل از شاه عباس در واقع با فرماندهی یک جنرال به نام آلبوکرکی وارد اونجا شده بودن و مانده بودن اونجا و استفاده های شایان می بردن از منطقه خلیج فارس به خصوص بحرین و داستان مروارید و غیره و اینها، تایی که ما می رسیم به روزگار شاه عباس کبیر که کاملا نیروی نظامیش آماده میشه و امام قلی خان رو فرستاده است با کمک انگلیس ها که پرتغالی ها رو سرکوب کردن، که اینها عرض کنم که شهر بندر عباس گمرون می گفتن. و بعد از این پیروزی هست که عرض شود که به حدود سالهای 1622-23 که اونجا رو بندر عباس گفتند و کوشش بعدی پرتغالی ها که با این عنوان که ما با پاشاهای بصره دوست هستیم آمدیم اینجا، اونم به جای نرسید. اینها باز در بخش بحرین آدم هایی داشتن و اینها بیشتر شیعه بودن و عرض کنم که شوریدن به اینها و دوباره با کمک دولت ایران اینها رو یک سره از اینجا بیرون کردن. یک بخش در واقع کوچکی از عملیات نظامی شاه عباس کبیر مربوط به بیرون کردن همین پرتغالی هاست که اینا در اثر رقابت هایی که با اسپانی ها و انگلیسی ها داشتن برای منافع اقتصادی و بستن راه تجارت چین به مدت 70 سال یا 80 سال عرض کردم، بله 80 سال در اونجا بودن. بله آقای موری اماشی خیلی ممنون ازتون. کاش بشود یک زمانی تمامی عصر روزگار همین شاه عباس رو شما برای شنوندگان ما تشریح و تبیین بکنید، به خصوص که من دیدم نصرالله فلسفی 3 جلد خیلی قطور درباره زندگی او نوشته. بله بله، عرض شود که دقیق ترین نظرات رو همین خارجی ها دادن، مثل همین دلاواله که حقیقتاً ارجمند هست اون بخش هایی که نوشتد و این دلاواله میبایستی دقیق بنویسد، یعنی کسی نیست که فرض کنید که کتاب بنوشته باشد برای فروش اینها. ایشان مجبور بوده تو نماینده پوپ بوده و تا اون روزگار اینها اطلاع درست نداشتن از ایران، به طور روزمره یادداشت های دقیق برای ملاحظات پوپ، بنابراین بسیار دقیق و بسیار صحیح هست. دو مجلد بزرگ که البته همش مربوط به ایران نیست، اما اون بخشی که مربوط به ایران هست و عرض کنم که از قلم دلاواله به طور یادداشت‌های روزمره در دو مجلد روز چاپ شده، حقیقتاً از عظمت شاه عباس کبیر حکایت‌ها دارد. این مرد بزرگ میگوید در حضور من یک جا میگوید که ما وقتی که رفتیم پاسگاه رو ببینیم در پایتخت نبود و یک شهری رو نام برده، گوی اردبیل بود اگر خطا نکنم، میگوید که ناگهان ما دیدیم شاه وارد شد، یک پیراهنی مغفسته‌ای و شلواری تقریبا تیره به پا داشت و با اینکه مرد کوچکی بود، میگو به او لقب بزرگ مرد کوچک میده، میگوید بسیار استوار با بدنی ورزیده آمد منه که معرفی کردن، چون آقای جلوالم ترکی هم یاد گرفته بود، میگوید به من دست داد و گفت خوش گلدیسوز به ترکی، یعنی شما خوش آمدید. خوش آمدید. بله و بعد میگوید نشست و گفت شراب بیاورید. اینا خیلی زیباست. در واقع هرگز مورخ ایرانی وارد این جزئیات زیبا زندگی خصوصی شاهان نمی شدن. این مورخان ایرانی عادتشون این بود که در واقع وقایع بزرگ رو گزارش بکنن، اون هم وارد جزئیات نمی شدن متاسفانه، که این سواران ایرانی کوشش اینها چه بود، سلاح اینها با جزئیات چه بود، فرض کنین زین اسب اینها، رکاب های اینها، این شمشیرها کجا ساخته، اینها چیزهایی که ما دوست داریم بدانیم، نه اینکه فرض کنین این جنگ اتفاق افتاد و اون معلوم کشته شد و اینها. اما دلاواله خیلی خوب پرداخته، میگوید ما نشستیم و اون شخصی که رفت شراب بیاورد به قدر عجله کرد که این شیشه بزرگ شراب که به دست داشت
به پله ها خورد و خورد شد. شاه عباس فقط یک نگاه کرد و هیچ سخنی نگفت و یک عرض کنم که کوزه بزرگ شراب آوردن و شاه نشست و من هم نشستم. برای من هم ریخت. من شراب نمیخوردم اما به احترام شاه یک جامی که برای من ریخته بود نوشیدم و اونچنان من مست شدم که فکر کردم توان جام دیگر رو ندارم. در حالی خود شاه پیاپی این جام ها رو می نوشید و من متحیر شدم که یک مرد چه ظرفیتی برای نوشیدن شراب داره. و میگوید که اونجا صورت به سخن گفتن و بعد میگوید که وقتی شاه بسیار شراب می نوشید می ایستاد و اندکی فکر می کرد و البته نظر دلاواله این است که به خاطر قتل صفی میرزا که پسر او بوده و شاه عباس رو کشته بود متاسفانه از کارهای بد شاه عباس هست به فکر فرو می رفت و یک حالت در واقع پریشیدگی و پریشانی داشت و به اندرون می رفت و خانمهای اندرون با او صحبت می کردند و فرض کنید لطیفه ها می گفتند که حال پادشاه رو خوب بکن. به بعد می گفت که در حضور من نماینده اسپانیا آمد اونجا و شاه با او سخن گفت و به او گفت شما اسپانیایی ها در باب ترکان هیچ کاری انجام نرسانده اید، حتی یک کاهدان از اینها متصرف نشده اید، در حالی که من توانستم به ضرب شمشیر 300 قطعه زمین از این ترک ها بگیرم و اونها رو شکست بدم. یک همچین مکالمات بسیار بسیار جذاب و جالبی دلاواله گزارش میکند و یه نکته فوق العاده زیبایی که آورده است این است که شاه سیاست خارجی خودش رو در مقابل همین قصدی که امروز در میدان شاه اصفهان هست و مایه ننگ و مایه ادبار هست که ما این میدان را میدان خمینی بنامیم، اینها این میدان میدان شاه هست، میدان شاه عباس کبیر هست، او طرح اینجا رو ریخته و فزون بر اون چه ما میبینیم امروز که همین میدان شاه باشد و قصر آل پاپو باشد و مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه و مدرسه چهارباغ فزون بر 70 عمارت عالی بی نظیر در اصفهان بود که اینا بیشتر کارهای شاه عباس کبیر بود، 33 پل و اینا کارهای شاه عباس کبیر بود که در دوران قاجارها از فرط حسادتی که ناصرالدین شاه داشت از شاهان صفوی که هنوز یادگار نیکی های صفویان در ذهن مردم بود و در همین رهگذر یک تقلب بزرگ هم قاجارها کردن که خود رو صفوی بنامند و لقب اون عرض کنم پدر آقا محمد خان رو قاجار صفوی می نوشتن آقا محمد حسن خان قاجار صفوی، در حالی که صفوی نبود و این تقلب بود. مقصود که این ساختمان ها رو خراب کردن. میگوید که می ایستاد در مقابل همین آل قاپو و با صدای بلند نماینده خارجی که آمده بود سخن میگو و سیاست خارجی رو اعلام میگه که مردم بدانند سیاست شاه چیست و این فوق العاده مهم بوده. آقای مهدی گرامی و این نکته زیبا و جالب دیگری که نوشته که از لطفی خالینی خدمتتون عرض کنم این است که میگوید که یک روز من اونجا بودم به مناسبتی هدایای بسیاری فرستاده بودن سفرای کشورهای مختلف و پادشاه نشسته بود و از حضور او سوار عرابه ها اینها رو میگذرانیدن و معرفی میکردن. میگوید این روزها شنیده بودن که شاه عباس به شراب تمایلی دارد، دو بشکه یا چند بشکه بزرگ عرض کنم بلود پر از عرق یعنی ودکا از جلو شاه عباس بردن و شاه عباس در واقع اندکی ناراحت شد و این رو توهین به خودش تصور کرد و دو بطری ودکای دیگر هم آورده بودن. دستور آن اون دو بطری رو قبول کردن و برداشت یک دستور آن منشی یک نامه نوشت به سفارت روسا که شما هستید که عرق‌خور هستید و شما هستید که به این عادت دارید و چون دور از وطن هستید من این هدایای شما را به شما برگرداندم، در حالی در حقیقت توهین و هدایا رو با هم برگردونده بود. از این نکات خیلی خیلی جذاب و دلکش این آقای دلاواله در باب شاه عباس کبیر بسیار نوشته در این کتاب بزرگش که واقعا خوندنی است. آقای مدیر، آقای مشیری کتابش رو دارین؟ بله بله بله، من تکه‌هایی از این کتاب رو خوندم اینجا اونجا ولی همه رو دیدم که دیدگاه یک روزنامه‌نگار دقیق رو داره این. درود بر شما دقیقا منظور عرض بنده در صدای بس این نبود که یک سیاحی بیاید
و بعد خاطرات خودش رو بعد از بازگشت مثل شارزن، البته شارزن هم بسیار مهم هست، بنویسه. نه، این با وظیفه داشت به طور روزمره گزارش های دقیق از روحیات پادشاه، از وضعیت اقتصادی مردم، از وضعیت دربار و سپاهیان و اسبان، حتی درباب اسبان ایرانی میگوید من متحیر و متعجبم از سبوکی زینهای ایرانی و سرعت اسبای ایرانی. زینها به روزانه میتوانند چندین مایل بدوند بدون خسته بشوند، در حالی که اسبای ما زود خسته میشوند. و ایرانی که از بزرگترین مرکز پرورش اسبان نژاده هست، با زینهای بسیار سبک، رکابهای چالاک و سواران بسیار خوب، اینها همه در یادداشت‌های تیتر دلاواله هست که محمود بهفروزی اینو ترجمه کرده. نسخه‌ای که در من هست خدمتتون عرض می‌کنم، هموطنان مایل باشن بخونن، اینجا نوشته است که سفرنامه تیتر دلاواله ترجمه محمود بهفروزی، چاپ اول 1380 و بعد تیراژ 2200 و بعد اینجا نوشته است که خیابان انقلاب ابتدای مثال شیرازی پلاک نو طبقه همکف در اونجا چاپ شده. بله، و خیلی 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 کتاب جالب هست و حقیقتا خوندنی. این نکات دقیقی و بعد اظهار نظر جالبی کرده در باب شاه عباس. میگوید این مرد بزرگ که دارای همه صفات یک رهبر بزرگ هست، متاسفانه جانشینی ندارد. و اتفاقا دلاواله درست گفته، علت سقوط و انحطاط حکومت صفوی هم بود که شاه عباس با همه درایت و با همه بصیرت و نبوغی که در کار کشورداری داشت، پسر بزرگ و لایق خود صفی میرزا رو کشته بود. و این قدرت آقای مهدی متاسفانه یک نوع پارانویا میاره، یک نوع عرض کنن ترس از دست دادن قدرت. و دو پسر او میگوید مانند گدایان حرکت میکردن، لباس های جنده، به وقتی میخواست اینها وارد بشن این دربان ها به اینها احترام نمیذارن نمیذاشتن. و شاه عباس دستور داده بود اینها رو محترم ندارید. و این بیچاره ها گفت یک سگی من داشتم، یکی از اینها خواهش کرد که من میتوانم این سگ رو داشته باشم، گفتن که باید از شاه اجازه گرفت. و اینها یعنی فرزندان خود رو خیلی حقیر بار آورده. متاسفانه درست میباید که برعکس عمل میکرد، به یکی از پسران خود رو حداقل کسی مثل خود بار می آورد. این است که دوران اوج بازسازی ایران که علی رغم پیشبینی های همه تاریخ از ابن خلدون بگیرید تا توینبی و اشپنگلر که میگوید اگر ملتی ضعیف شد و اسیر فرومایگون شد و اسیر از خود فروتر شد، هرگز کمر علم نمی کند، که این رو ابن خلدون گفت، دیگر از او گرفتن. و به وضوح میگوید ایران رو بنگرید، چه کشور بزرگی بود و چه مردان آزادی داشت و اینها اسیر عرب شدند و نام ایران بر جای نیست به حدود قرن هشتم. و او درست میگفته. خلاف همه این سخنان یک پدیده داخلی در بطن این مردم و این کشور هست که عرض کنم اون نمرد، و همون پدیده که دوستی وطن و این فرهنگ باشد. علارغم همه پیشبینی های مبارکان ایران دوباره زنده شد و دوباره امپراتوری شد. در واقع امپراتوری صفوی چیزی کمتر از امپراتوری ساسانیان نیست، یک چیزی در همان حدود هست. این است که شاه عباس نقطه اوج این بازسازی مدنیت ایرانی است. و به گمان من در بین شاهان ایران عرض کنم بعد از عرب نزدیکی نیافته شاه عباس کبیر. آقای مشیری، خیلی ممنون. آقای مشیری عزیز، در ارتباط با ظریف گویی های شاه عباس یه جایی خواندم که یک شاعر دوران شاه عباس خدمت شاه آمد و گفت من جواب حافظ رو دادم. بله. و شاه عباس بهش میگه جواب خدا رو چه میدی؟ بله، از اینجور داستان ها در باب بله شاه عباس بسیار هست. دلاوانه میگوید که وقتی مرد کسی از کسی خداحافظی میکند، مردم میگوید اون شخصی که عرض کنن که در واقع به بزرگ آمده، میگوید عباس یاره. یعنی در واقع عباس در ذهن مردم ایران از طبق که مرتبه خیلی خیلی بالا و مقدسی گرفته بود، از داستانهای درویشیش و از داستانهای عرض میکنم که میخاریش، اینها داستان زیاد هست که بسیار جذاب و شیرین هست. و این مرد بزرگ
نهست کرده بود است که اگر به فلان مشهر رسید پیاده برود به مشهر و نرفته بود. یکی از این وزرا اشاره کرد و شاه عباس حرکت کرده و به همراهیان گفته است به خاطر من کسی پیاده حرکت نکنه. من نهست کردم این است که شما سوار باشید من پیاده. و مهندسین به راه افتادن جلو جلو با تنابهای بلند که متر میکردن که شاه چه میزان پیاده رفته و گویا بین 20 تا 22 روز پیاده این مرد از عرض کنم که از اصفهان پیاده خود رو نشانده به مشهد برای زیارت عرض کنم که امام هشتم شیعیان. و در عرض کنم که کتاب های دیگری خواندم از همین مورخان روزگار صفوی که میگوید شاه عباس امروز در شکارگاه 170 گورخر شکار کرد و مرتب این نوکرهاش و اینها تیر می آوردن و شاه سوار اسب به تاخت گورخرها رو می زد که البته این شکاری بود که سنتا اینا از روزگار مغول به یادگار مانده بود. این سنت شکار و فرهنگ شکار هم یک بخش خیلی خیلی مهم و مفصلی است در تاریخ و فرهنگ با که تأثیر شما در حتی فرش ها می بینیم در میناتور ها می بینیم خصوص در میناتور ها این است که صحرا رو می گرفتن چند هزار نفر و این حیوانات رو میراندن در یک جای بسته‌ای و بعد ابتدا پادشاه سوار میشد و شکار میکرد و بعد شاهزادگان و سپس عمرا. و البته بحث مغول بر این بود که عرض کنم که تعدادی که زنده مانده بودن یکی از ریشسفیدان میامد و برای بقای نسل حیوانات از خان خواهش میکرد که اونا رو رها کنن که میکردن. باری یک همچنین مردی بوده و در میدان جنگ همواره خود حاضر بوده و استراتژیست تراز اولی بوده و اوج اقتصاد ایران در واقع روزگار شاه عباس هست و زر عباسی هنوز مشهور هست. و از مواردی که شایسته ذکر هست اینجا یکی اون که اصرار و ابرام قریبی داشت به زبان فارسی زبان رسمی مردم ایران باشد و این شگفت انگیزه ضمنی که در دربار خودشون ترکی صحبت میکردن. و عرض میکنم که یکی نکته دیگه هم بود که الان فراموش کردم و این مرد فی الواقع حدود 52 یا 53 سال که پادشاهی کرده عرض کنم که اعتبار و حیثیت این مملکت و هنر این کشور رو به اوج برده به وجهی که دانشجویان هنر از ایتالیا و چین برای آموختن هنر از کاشیکاری بگیرید تا میناکاری و مینیاتور و صحافی و وراقی و عرض کنم این چیزها انواع هنرها کار بر روی فولاد و اینها می آمدن به اصفهان و مشهور است که خود او چراغ می گرفت تا رضای عباسی خط بنویسد. خب این خیلی خیلی مهم بوده، یعنی از همه جهت این مرد از کنم شخصیت کامل جامعی داشته. حالا اینقدر هست که در این روزگار بعد از انقلاب و آمدن این فرومایگان بعد نویسندگان از کنم بر این هستن که حیثیت همه پادشاهان ایران رو پایمال کنند و این درست نیست. اینها افتخارات ما هستند. در پرونده تاریخی ما و در سجل احوال ما این مردان بزرگ مثل شاه عباس حقیقتا اینها ما واسه گرامی بداریم و هر سبب که در باب اینها صحبت کنیم که بچه های ایران بدانند که این کشور دارای رجال بزرگ بود. آقای مشیری خیلی ممنون. آقای مشیری عزیز ما 10 دقیقه وقت داریم. یک سوالی دارم. در یکی از سایت ها خواندم که 1400 سال از نزول نخستین آیه قرآن بر حضرت محمد می گذرد و به این مناسبت تیم وینتر در دانشگاه کمبریج انگلستان که در بخش مطالعات اسلامی تدریس می کنه گفته که یک تعبیر سکولار از این متن مقدس این است که این متن ساخته بشر است، یعنی انعکاس روح خود حضرت محمده. اما به تعبیر باورهای سنتی این متن سخنان خداونده. الان چند سالی است که در این باب سخن گفته میشه و آقای گنجی هم در یک مصاحبه با بی بی سی ضمن رد وجود امام زمان امام 12 شیعیان و رد وجود خدا از دیدگاه اسلامی و قبول اسلام مولوی
بله. گفته است که قرآن نمیتواند کلام خدا باشد. آقای چیز آقای یادم رفت نام ایشون رو هم، ایشون هم گفته است که قرآن کلام محمد است نه کلام خدا. بله بله آقای مهری، ببینید اونقدر این دوست عرض شود که اجازه بدید عرض کنم که نخستین کسی که این ماجرا رو کشف کرد و دریافت عرض شود که یک عرب بود، سعد نام او. این سعد کاتب بزرگ و شاعر بزرگی بود، اسم تبار نجادش فراموش کردم ولی سعد نام داشت. بعد ایشان اولین کاتب قرآن هست و حضرتشان می فرمودن من که سواد ندارم، من امی هستم، شما این کلماتی که خداوند از توسط جبرئیل می فرستد برای من یادداشت کنید. این سعد چون مرد فصیحی بود، بعض اوقات فصیح تر از او می گفت و با اجازه او اینها رو تغییر می داد. حتی مشهور است که تبارک الله احسن الخالقین از همون سعد هست. این است که بعد از مدتی تغییر این آیات به قلم سعد، قلم رو زمین گذاشته، گفته است آقا شما میگوید اینا رو خدا فرستاده، اگر خدا فرستاده چرا من بایستی تغییر بدم؟ و مرتد شده و رفته و این همون کسی است که برادر رضایی عرض کنم که عثمان هست و حضرت فرموده بودند در فتح مکه که اگر این سعد دستور قتل 10 نفر رو صادر کرده بودند، 6 مرد بود و 4 زن، گفته بود اگر این سعد به دیوار خانه کعبه بگفتن که او رو بکشید، که البته پناهنده شد به خانه عثمان و عثمان آمد سفارت کرد. حالا بماند این که ما فکر کنیم خدا حرف میزند و عربی حرف میزدن، اینها حقیقتا یک امر باطل و غیر قابل باوری، خاصه که در قرآن شریف اونقدر خطاهای علمی، اونقدر تضاهای آشکار، اونقدر مغالطات هست که حدی بران متصور نیست. در واقع خود آخوندها هم به این جهت که زندگی حضرت محمد صلی الله علیه در 2 موضع مختلف بوده، یکی در موضع فقر بوده و در موضع صلح و حالت یک کاهن شاعر داشته در مکه، اما وقتی که رسید در مدینه و دست به شمشیر برده، طبری میگوید از این لحظه به بعد آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های جهاد نازل کرد و راه ها رو و کاروان ها رو شکست، از این چیزها. بنابراین کاملا این آیات متضاد هست. این است که آمدن و این ناسخ و منسوخ و متشابهات و محکمات و این مغالطات رو برای مال کشی آوردن. باری این سخنان جدید البته نیست. محمد ابن زکریای رازی که بزرگترین هوشمندان ما هست آمد و کتابی منتشر کرد به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغهای انبیا، و در اونجا ثابت کرد که خلاف عدالت خداوندی است که یک نفر رو بر بکشد و گفت تو نماینده من هستی و اینها از کنم که خلاف عقل هست و تنها مرشد ما در این زندگی خرد و عقل هست و اینها خلاف عقل هست، که البته به واسطه اینکه کتابهای رازی رو سوزندن، همشری رازی دیگر او ابو حاتم رازی از طریق طعن و لعن و ردیه نقل قولها از رازی کبیر کرده بود. یکم راوندی اینها حتی ابوالعلاء مروی که خیلی مشهور هست به ناصر خسرو اون مرد رو دیده، کتابی نوشته است به نام الفصوص و الغایات در معارضه با قرآن اینها باری تا هستید. اما این بسیار بسیار مهم هست که ما بدانیم که خدا نه دبیرخانه دارد، نه خداوند عربی صحبت میکند، نه هیبرو صحبت میکند، نه فارسی صحبت میکند. گالیله یک حرف بسیار مشهوری دارد، گویا به کپلر نوشته، اینا همزمان بودن، یا کپلر به گالیله میگوید که این طبیعت به مثابه کتابی، شما بایستی که زبان رو زبانی طبیعت رو بدانید تا اون رو بخوانید ورق ببرد، و خداوند این جهان رو با زبان فیزیک و ریاضی تحریر کرده نه با زبان هیبرو و عربی و اینها. اما بسیار بسیار جای خوشحالی است که من درود میفرستم به اکبر گنجی. در واقع اکبر گنجی دارد حرفی رو میزند که اینشتین زد. آقای آلبرت اینشتین به جهت اینکه کشف بسیار بسیار بزرگ کرده بود، کشف‌های بزرگ کرده بود در همین تئوری نسبیت اول و دومش، اینها یقین آقا رو چسبیده بودن که آقا خدا رو قبول دارد یا نه. این حرف خیلی خیلی برای اینشتین پیش پا افتاده و سخن مهملی بود. در انجام پوپ یقه او رو گرفت و اینشتین هم
البته در اونجا میگوید که من خدای شخصی رو قبول ندارم. خدای شخصی یعنی که خدایی که صفات انسانی داره، همین که میگویم علیم است و بلیغ است و قدیر است و اینها، این همه صفات انسان هست، صفات انسان هست به خدا. میگوید که خدای شخصی من قبول ندارم، من خدای اسپینوزا رو قبول دارم. که البته اسپینوزا هم از طریق عرفان آمده است با استدلال‌های عقلی چیزهای ثابت کرده. ته حرف اسپینوزا هم که نگاه کنید در حقیقت خدای وجود نداره. گنجی هم رندی کرده و در واقع نخواسته است که یک سر مهر ارتداد بخورد و احتمالاً از جامعه طرد بشود. این مرد به حقایق امور دست یافته. من کلاه نداشتم رو، چون ما دیگه کلاه سر اون نمیذاریم، به احترام اکبر گنجی بر میدارم که اینقدر استوار ایستاده و معاف ضمیر خودش رو که بر اثر رنج دراز زندان و اینجا و اونجا عرض کنم که به دست آمده و پخته شده و عرض کنم که این تجارب رو آمده به وضوح و با صراحت و شجاعت بیان میکنه که آقا داستان امام زمان سخن مهمل و دروغی است. عرض میکنن که قرآن هم نوشته حضرت محمد هست. البته که نوشته حضرت محمد هست. شما تصور میفرمایید خداوند 300 میلیارد کهکشان بیاد فحاشی بکند به ابو لهب که تبت ید و ید و ابو لهب و تب و تب. اینها اصلا چیزهایی است که واقعا توهین به خداوند هست و اهانت به خداست و این خدا خدای بسیار حقیری است. عرض میکنم همه اون صفات یک رئیس قبیله عرب رو زده و بسیار خشمگین هست و بسیار تندخو هست و بسیار کم حوصله هست و عرض میکنم بسیار ستمگر هست، پوستی کند از اینجور کارا. این است که من درود میفرستم به اکبر گنجی و همون پروفسور و همه کسانی که در راه حقایق هستن. این بدون معنی نیست که ما بگوییم خدا نیست. حرف ما این هست، حرف بندم این بودی که این الله مدینه بسیار بسیار خدای حقیقی است و اعتقاد به او در حقیقت نوعی توهین به خدا. حالا چرا این قضايا پیش اومده آقای مهدی گرامی؟ خب خود بنده یک بارم به هموطنان عرض کردم که بنده 26 سالم بوده از ایران بیرون اومدم. باور بفرمایید ما 26 دقیقه صحبت مذهب نکردیم، به جهتی که مزاحم ما نبود دین و مذهب و آخوند و شیخ و نمایندگان. امروز که همه شرافت ما و حیثیت ما و عرض میکنم حیات حتی بیولوژیک ما زیر شلاق اسلام رفته و این قوانین بسیار بسیار ابتدایی و عقب افتاده و بسیار ظالمانه و جای محاکم هست، اکبر گنجی مرد مبارز است، دیگران هم بایستی پیدا بشوند و همین سخنان رو بگوید تا ما این شجره خبیثه رو از تنه و از ریشه قطع نکنید ما به جای نخواهم رسید. درود بر اکبر. ما باید مشروعیت اینها رو از سرچشمه خشک کنیم آقای مهدی، نه اینکه بگویم این آخوند خوب هست، اون یکی بد هست، این خندان هست، اون نمیدونم کوتاه هست، این بلند. اینها نیست. به طور روز یعنی روزمره از فیضی قم آخوند داره بیرون میاد. این است که ما بایستی ضمن احترام بدیم، ضمن احترام مذهب ما بایستی جستجوگر جامعه باشیم آزاد و سکولار که همه معتقدان به همه عقاید بتوانند به آزادی عرض بکنند که معابد خود رو داشته باشند. این است که این چون قضیه سیاسی شده مهم هست آدم های مثل اکبر گنجی و دیگران این حرف ها رو بزنن، حتما تاثیر خواهد کرد. من متاسفم که عرض کنم که اکبر گنجی تنها کسی بوده که آمده، اما چون اکبر گنجی جز این رژیم بوده و در اونجا بوده و عرض میکنم که در واقع از قبیله اینها بوده برگشته و این سخنان دلاورانه رو میگوید، ما بایستی که واقعا از اون تجلیل بکنیم و او رو تشویق بکنیم. شاید کسان دیگر هم پیدا بشوند و از این نه سخنان بگویند. آقای موری جمعای مشیری خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشین، تا هفته آینده که باز هم در خدمتتون خواهیم بود. درود بر شما آقای مهری، از شما خداحافظی میکنم و همزمان وطنانی که شب و روز شما خوش.